بسم الله الرحمن الرحيم. دکتر صاحبای گرامی، السلام علیکم و رحمت الله. آرزو دارم که خوب صحت مند باشی. با یکی از لکچرهای دیگه در خدمت شما قرار داریم که لکچر سیام مربوط به سمستر نهم و مربوط پروتیز های پارشیال متحرک است. قبل از اینکه به لکچر بپردازیم، بازم یادآور میشیم که چینل ما را سابسکرایب کنیم. لکچر سیم ما در مورد ترمینولوژی یک داد پروسیدنتیک و یک داد اصطلاحات که در پروسیدنتیک مورد استفاده قرار میگیره است. اصطلاحاتی را که در سلاید میبینین انشاءالله که اصطلاحات مورد مطالعه قرار میدیم امروز، که بعد از اپلینس و ستیبلیتی و ریتنشن و انتریم دنچر و ابردمنت height of contour, undercut, retinar, direct retinar, indirect retinar, clasp, your changak, major connector, rest, residual, regio, edentulous ridge. وای تعداد اصطلاحات دیگه است که و همچنان قوانین اپلیگیت، قوانین کنیدی را و اصول و اساسات در که اپلیگیت واضح کرده او را انشاءالله که مورد مطالعه قرار میدیم. اولین واس اصطلاح بنام اپلینس یاد میشه. اپلینس اونو عبارت از یک وسیله است که یک مریض به خاطر حل مشکل خود از او استفاده میکنه یا به خاطر تداوی مشکل خود از او استفاده میکنه، که میشه سپلنت یا فضا نگه دارنده در جز از او قرار بدیم. مثل این اصطلاح، این وسیله به نام سپلنت یاد میشه که به خاطر تثبیت کسر استفاده میشه، و این وسیله به نام سپیس منتینر یا فضا نگه دارنده که در صورت از رفتن دندان شیری قبل از وقت به خاطر حفظ فضا بر دندان دائمی استفاده میشه. استیبلیتی یا ثبات بیان کننده پایداری و محکم بودن پروتز از نظر تقابل در مقابل نیروهای وظیفوی افقی و چرخشی می باشد. اصطلاح دیگر ریتنشن یا گیر بیان کننده پایداری یا محکم بودن پروتز در مقابل قوهای عمودی مثل قوه جاذبه زمین است. مثلا دیگر قوهای غذاهای چسبنده، قوهایی که در سر غذاهای چسبنده بالا دنچر وارد میشه، و همچنان نیروهایی که در حالت در جریان باز نمودن جا فدهند تاثیر گذار میباشه. مقاومت در مقابل تمامی نمی حالت ها رو به نام ریتنشن یا گیر یاد میکنه. دیگه اصطلاح به نام انتریم دنچر یا پروفیشنال دنچر یا شما برای دنچر موقتی میگیم، عبارت از دنچری است که یک مریض به خاطر یک مدت کوتاه از او استفاده میکنه تا آماده شدن پروتز اصلی میشه از او استفاده شده، و تا وقت میتونه که زیبایی را و تکلم و همچنان وظیفه را و راحتی را تو برای مریض اعاده کنه تا وقتی که پروتز اصلی آماده میشه. دیگه ابردمنت یا دندان پایه، ابردمنت میشه به یک دندان یا یک قسمت از یک دندان و یا هم ایمپلانت که به خاطر برقراری یا قرار گرفتن تکیگاه یک پروتز در روی از او استفاده میشه. یعنی اصطلاح رو به نام ابردمنت یاد میکنه، یعنی هر چی یک دندان باشه یا یک قسمت از دندان باشه یا هم ایمپلانت، وقتی که کلاسپ یا چنگک که دنچر در روی از او قرار گرفت، یعنی ساختمان به نام ابردمنت یا پایه یاد میکنه. این ساختمان به نام انتریم دنچر یا دنچر موقتی یاد میکنه و میشه و انواع مختلف حالت ها ساخته شود، یعنی به طریقه های مختلف میشه که ساخته شود. میشه ما شما با واسطه اکریل سرد یا سلف کیور هم میشه ما یک دنچر موقتی بسازیم. و دیگه ساختمان به نام ابردمنت یاد میشه که یعنی یک قسمت ابردمنت بر ما شما نشان داده دندان پایه است که در یک دنچر قرار میگیره که از نوع ایمپلانت می باشه.
دیگه اصطلاح داریم به نام هایت آف کانتور. اگر ما شما دقت کنیم، ساختمان دندان قسمی است که از قسمت آن شروع میشه، بزرگ شده میره و بالاخره در یک نقطه بزرگترین نقطه زمو دندان میشه است و بعد از پس دوباره به طرف کوچک شدن میره، به طرف سطح اوکلوزال وقتی که حرکت میکنیم. پس خطی که از این قسمت برجسته دندان با واسطه دستگاه سرویر رسم شده، اون رو به نام هایت آف کانتور یاد میکنیم. دیگه اصطلاح به نام اندرکت یا دندان پایه. اگر دندان پایه مورد نظر باشه، اونو قسمت از دندان که بین بیره و بین هایت آف کانتور قرار میگیره، یعنی در این تصویر میشه نشان بدیم، یعنی فکر کنید سرحد بیره و این هم هایت آف کانتور، این همی قسمت دندان رو به نام اندرکت یاد میکنیم. در صورت که دندان مورد نظر باشه، بین فاصله بین هایت آف کانتور و بیره رو به نام اندرکت یاد میکنیم. اما در صورتی که دیگه قسمت جاف دهن مورد بحث باشه، پس ما شما به قسمت از بیری باقی مانده یا یک ساختمان رو میگیم که مانع نشستن دنچر در جاف دهن شد. دیگه اصطلاح به نام رتینر. رتینر وسیله ای است که به خاطر نگهداری ثبات و گرب در یک پروتز استفاده شده میتونه، مثل کلاسپ که یا میتونه به شکل و همچنان اتچمنت ها که میتونه به شکل کلاسپ ها به شکل کلاسپ های داخل تاجی باشه و یا هم به شکل خارج تاجی، که تمام اینا به خاطر نگهداری پروتز پارشیال و متحرک استفاده شده میتونه. دایرکت ریتینر عبارت از گیری است که در اثر استفاده از اتچمنت و یا هم کلاسپ به دست میاد، که میتونه از مقاومت در مقابل بیجا شدن یا بیرون شدن پروتئز پارشیال جلوگیری کنه. این دایرکت ریتینر قسمت از پروتئز پارشیال است که به نگهدارنده اصلی وصل میشه و در قسمت بیجا شدن پروتئز انتهای آزاد جلوگیری میکنه. یعنی این ساختمان یک ساختمان اتچمنت است که این قسمت به نام بال اتچمنت یاد میکنیم و این قسمت به نام ساکت اتچمنت یاد میکنیم، که این در اکثر اتچمنت در کلاس های دو یا در وی دندانی های یک طرف از زیادتر مورد استفاده قرار میگیره. این ساختمان ها به نام کلاسپ یا چنگک یاد میشه و یعنی این ساختمان ها به نام یعنی این ساختمان برام اندایرکت رتینر میشه که وظیفه اجرا کنه که ای باش به حیث رست هم ای به نام رست هم و شما یاد کرده میتونه. کلاسپ یا چنگک. کلاسپ یا چنگک از جمله وسایل نگهدارنده پروتئز است که میتونه همزمان دارای بازوی میتونه دارای بازوی گیر باشه و یا هم بازوی متقابل و یا هم همزمان دارای هم بازوی گیر داشته باشه همزمان و هم بازوی متقابل داشته باشه. در صورتی که همزمان هم بازوی گیر داشت و هم بازوی متقابل داشت، در این صورت ما شما ایده به نام کلاسپ اسمبلی یاد میکنیم. میجر کنکتور یا اتصال دهنده اصلی به نوع قسمت از پروتز اطلاق میشه که دو طرف پروتز با هم وصل میکنه، یا اجزای یک سمت پروتز با اجزای سمت دیگه وصل میکنه. یعنی در این تصویر این قسمت به نام میجر کنکتور یاد میکنیم و در تصویر در این تصویر قسمتش و در این تصویر هم این ساحه به نام میجر کنکتور یاد میشه. رست. رست هم جزء از پروتز پارشال است که بر روی دندان پایه قرار میگیره و از بیجا شدن پروتز به طرف زمین جوف دهن جلوگیری میکنه. این یعنی ساختمان ها تمامشون به نام رست یاد میشن. رست یا تکیگاه یا در روی دندان پایه قرار میگیره و از بیجا شدن پروتز به طرف زمین جوف دهن جلوگیری میکنه، که از نظر جایگاه رست که در جایی که رست قرار میگیره از نظر جایگاه با اون نام ها یاد میشه. رست که در سطح اوکلوزال قرار میگیره به نام رست اوکلوزال یاد میشه، که این رست اوکلوزال است. و اگر رست هایی است که در کنار انسیزال قرار میگیره به نام رست های انسیزال و
رسته که قسمت سنگولوم قرار بگیره به نام سنگولوم رست یاد میشه. دیگه اصلا به نام بیس دنچر. بیس دنچر به قسمتی از دنچر گفته میشه که از فلز یا اکریل ساخته میشه و در روی بیره باقی مانده قرار میگیره. اون قسمت هم شما به نام بیس دنچر یاد کرده میتونیم یا به نام بیس دنچر یاد میکنیم. اینجا بیس دنچر از اکریل ساخته شده و در این میشه که ما شما بگیم بیس دنچر از فلز ساخته. دیگه رزیجوال رج یا ای دنتلوس رج یا رج باقی مانده وقتی که دندان ها کشیده شوه قسمت از عظم که باقی میمونه و قسمت عظم توسط انساج نرم پوشانیده میشه که اونه اونه به نام رزیجوال رج یا ای دنتلوس رج یا رج باقی مانده ما شما یاد میکنیم که در این تصویر میتونه بسیار بخوبی اونه ببینیم. دیگه اصطلاح ما به نام ریلاین نمودن یا استر نمودن. خود ریلاین نمودن یا استر نمودن اصطلاحش اگر بگویم به این حالت اطلاق میشه که ما شما در قسمت بیس دنچر مواد اکریل قرار بدیم میتیم و پس دوباره او را در جو دهن مریض قرار میتیم یا بر روی قالب که از جو دهن مریض تهیه کردیم قرار میتیم که در نتیجه یک لایه نازکی در روی دنچر قرار میگیره که یعنی خود قرار گرفتن این لایه رو به نام ریلاین یا ریبیس به نام ریلاین نمودن یاد میکنیم که زیادتر وقتی که دنچر لق باشه یا ممکن است بعضی اوقات بعد از اینکه یک دو سه سال دنچر استفاده شوه بیره باقی مانده اتروفی کنه و یک کمی کوچک شوه یا سایزش تغییر کنه به همین دلیل باز میشه ما شما ریلاین نمودن دنچر را اجرا کنیم. یا هم اگر دنچر گیر خوب نداشته باشه یعنی وقتی که دنچر می سازیم گیرشش خوب نباشه باز دو صورت از ریلاین نمودن استفاده میکنیم. دیگه اصطلاح رو به نام ریبی سنگیا تبدیل نمودن بیس دنچر یاد میکنیم که به خاطر تطابق بهتر یا تطابق خوبتر تمام بیس دنچر تغییر میدیم با حفظ رابطه اوکلوزالی یعنی رابطه اوکلوزالی هم رابطه سابقه حفظ میکنیم اما بیس دنچر تمامش تغییر میدیم. کست کست اون عبارت از بازسازی فرم مثبت از جوف دهن از انساج نرم و سخت جوف دهن است که بعد از قالب گیری با واسطه گچ یعنی بعد از که واسطه الجینات قالب بگیره و از واسطه گچ ریخ کنیم اون ساختمانی که به دست میاد اون ساختمان به نام کست ما شما یاد میکنیم که اینجا میتونیم بسیار خوبی ببینیم. دیگه رفرکتوری انوستمنت یک ماده ریختگی است که قابل به تحمل درجه حرارت بلند پخت و لیم کردن است که یعنی این ساختمان به نام رفرکتوری انوستمنت یاد میکنیم که بخاطر زیادتر در داخل داش ها قرار میگیره بخاطر پخت کردن و زیادتر بخاطر کاستنگ از این ما شما استفاده میکنیم و یا هم کاستنگ در داخل صورت. دیگه مولد است. مولد یا یک خالیگاه وقتی که ما شما یک الگوی مومی را اینی الگوی مومی است وقتی که این را ذوب بسازیم بعد از او در داخل جو دهن وقتی که مولد ما شما ذوب بسازیم در بین گچ یک خالیگاه قرار میگیره که اونو خالیگاه را بنا مولد یاد میکنه یعنی وقتی که ما شما اونو الگوی مومی را ذوب کردیم یک خالیگاه به اسم یک اونم خالیگاه را به نام مول یاد میکنه که بعد از اون فلز داخل از اون ریخت میشه که به نام کاستنگ و مرحله شه یاد میکنه. کاستنگ وقتی که ما شما مول را برس آوردیم بعد از اون فلز داخل از اون میرانیم یا اونم یک ساختمان فلزی که از اثر رانده شدن فلز ذوب شده داخل مول به دست میاد اونم را به نام کاستنگ ما شما یاد میکنیم. تصویرش هم متاسفانه نداریم. دنتال استون تمام سنگ هایی که در بخش استوماتولوژی استفاده میشه تمام سنگ هایی که در بخش استوماتولوژی استفاده میشه محصولات گچ هستن که به نام کلمه استون برش هم استفاده کرده میتونیم که این مواد گچی دارای سختی دقت و مقاومت میباشه و در مقابل ساییدگی البته و
مقاصد مختلف تطبابات در نان گچ استفاده شده میتونه، مثلا به خاطر ریخت کردن استفاده میشه. وقتی که ما شما قالب با واسطه الجینات یا واسطه مواد دیگه قالب گیری الاستومرها میگیریم و یا هم واسطه استنس یا هم دیگه مواد استنس فعلا استفاده نمیشه، واسطه پوتی و دیگه مواد وقتی قالب میگیریم بعد از اینکه ریخت میشه واسطه گچ، یک هدفش می باشد دیگه در جریان کاستینگ میشه استفاده کنیم. وقتی رو پخت دنچر ما شما میتونیم از کاس از گچ استفاده کنیم، یعنی در مراحل مختلف کارهای لابراتوری میتونیم از گچ استفاده کنیم. دیگه اصطلاح به نام دنتال کاست سرویر، این دنتال کاست سرویر دستگاهی است که واسطه از او ما شما تشخیص ابتدایی دنچر اجرا میکنیم، یعنی ای که دندان های پایه به شکل عمودی و منظم و راست قرار داره یا نداره، اینمی را بر ما شما دنتال کاست سرویر مشخص میکنه یا تعیین میکنه که اینی دستگاه دنتال کاست سرویر است. اکریلیک هم میشه ما شما مستقیمی را به حیث اسم استفاده کنیم و میشه به شکل صفت هم استفاده شود که کمتر به حیث اسم استفاده میشه. اکریلیک به شکل صفت استفاده میشه و اکریلیک رزین اون مواد پلاستیکی که در بخش پروستودنتیک مورد استفاده قرار میگیره و به شکل پودر و لیکوید جدا جدا تهیه میشه و وقتی که ما شما بخوایم استفاده کنیم پودر رو با لیکوید مخلوط میکنیم و در نتیجه بعد سخت میشه. وقتی که سخت شد و پس به حالت اولی برگشت نمیکنه، که یه کلمه اکثر به حیث صفت استفاده میشه، مثلا یعنی تنهایی استفاده نمیشه، به حیث صفت بعد مواد های دیگه استفاده میشه که اکریلیک رزین. دیگه اصطلاح پلاستیک، کلمه پلاستیک هم به حیث اسم و یا هم به حیث صفت استفاده شده میتونه. وقتی که به حیث اسم استفاده شد مواد را نشان میده بر ما شما که پس از اینکه مولدینگ صورت بگیره، یعنی پس از اینکه استفاده شد پس شکل خود حفظ میکنه و هیچگاهی به حالت قبلی خود بر نمیگرده. دیگه اصطلاح کلمه رزین است، که کلمه رزین به خاطر مشخص نمودن مواد نظر به ترکیبات کیمیاییشان و به اساس ساختمان فیزیکیشان و به طرز پخته شدن یا سخت شدنشان استفاده میکنیم. مثل اکریلیک رزین میشه این کلمه رزین در اینجا استفاده کنیم و یا کامپوزیت رزین. اکریلیک رزین موادی است که مثل پلاستیک سخت میشه و کامپوزیت رزین هم اون مواد کامپوزیت است که تو طریقه سخت شدن داره که یکیش به شکل کاتالیز داره همراه خود که خود به خود سخت میشه و یک نوشون بنا توسط مواد توسط لایت یا شوهای مهارای بنفش سخت میشه. طبقه بندی پروتئین های پارشال، خود طبقه بندی پروتئین های پارشال نظر به موقعیت نواحی دندانی به فکای و همچنان نظر به نواحی که تکیگاه پروتز که پارشال در اونجا میباشه نظر به این صورت میگه. مهمترین و خوبترین طبقه بندی که تا فعلا صورت گرفته اونم طبقه بندی کنیدی میباشه. فک اولوی و سفلی نظر به یک دیگر میتونه 65,000 وضعیت بیدندانی را داشته باشه، که به همین دلیل طبقه بندی ها هم باید با طبقه بندی که صورت میگیره باید با هم وجه مشترک داشته باشه. تقریبا طبقه بندی های زیادی صورت گرفته که هیچ کدامشان با تنهایی نمیتونه که جوابگوی تمام مشکلات باشه. بنان خوبترین و بهترین طبقه بندی طبقه بندی کنیدی است و ما شما طبقه بندی را ولو که بخاطر فضای بیدندانی صورت میگیرم اگر دنچرش هم ما شما اونمون را یاد میکنیم، یعنی وقتی که کلاس سی بدون بیدندانی را ما شما تشخیص کردیم اونم دنچر را هم که برش میزادیم به نام دنچر کلاس سی هم یاد میشه، یعنی نمیگیم که دنچر که بخاطر فضای بیدندانی کلاس سی استفاده میشه، بلکه میگیم که دنچر است که بخاطر کلاس سی هم استفاده میشه، یا بلکه میگیم که دنچر است که با کلاس سی استفاده میشه. دنچر کلاس سی هم همو موقعیت بیدندانی یا صاحب بیدندانی به نام کلاس سی یاد میشه و همچنان دنچرش هم به نام دنچر کلاس سی یاد میشه. در سال 1923 عالم به نام کنیدی یک طبقه بندی را اجرا کرد که بعد از در سال 1960 یک شخص دیگری به نام اپلیگیت دو دانه قانون دیگر را اضافه کرد که میتونیم او را ما شما
ای دوکان دگر که واسه کدیره به نام خود مسمانه کرد، بلکه به نام کنیدی را هم مسمانه کرد، میشه که ما شما او را انکشاف یافته قانون سیوم بگویم و یک تعداد اصول دیگر اپلیکیت وضع کرد که باز او را به نام خود مسمانه کرد. یعنی قانون اپلیکیت به خاطر قوانین، به خاطر قانون کنیدی، که در قوانین کنیدی قسمی است که در صورت که نواهی پیتندانی به شکل دو طرفه در خلف قرار داشته باشه، این میده ما شما به نام کلاس یک کنیدی یاد میکنیم که در قوانین کنیدی را به نام کلاس های کنیدی هم یاد کرده میتونیم. در صورتی که به شکل دو طرفه ناهی بیدندانی وجود داشته باشه، این میره به نام کلاس دوم کنیدی یاد میکنیم. در صورتی که ناهی بیدندانی به شکل یک طرفه در خلف قرار داشته باشه، در اینجا هم در کلاس اول هم در خلف هدف ماست، یعنی در صورتی که ناهی بیدندانی به شکل دو طرفه در خلف قرار داشت به نام کلاس اول کنیدی، در صورتی که ناهی بیدندانی به شکل یک طرفه در خلف قرار داشت، این صورت به نام کلاس دوم کنیدی یاد میکنیم. یعنی از قسمت خلفی هیچ دندان وجود نداره. کلاس سیوم کنیدی به حالت میگیم که ناهی بیدندانی از دو طرف توسط دندان ها احاطه شده، یعنی در قسمت خلف هم یک دندان وجود داره. کلاس چهارم کنیدی و در صورتی که ناهی بیدندانی در قسمت قدام قرار داشته باشه و مشروط به است که خط وسط عبور کرده باشه، این میده به نام کلاس چهارم کنیدی یاد میکنیم. یعنی مشروط به اینمی است که خط وسط عبور کرده باشه، اینمی حالت به نام کلاس چهارم کنیدی یاد میکنیم. که این چهار کلاس خود کنیدی ایجاد کرد، باز کلاس پنجم و ششم برش عالم به نام اپلیکیت ایجاد کرد، که میتونیم ما شما کلاس پنجم و کلاس چهارم و پنجم همیشه که کلاس پنجم ششم انکشاف یافته کلاس سوم بگوییم. کلاس پنجم قسمی میگه که در صورتی که ناهی بیدندانی به شکل دو طرفه توسط دندان ها احاطه شده باشه، اما دندان قدامی قابلیت سپورت نداشته باشه، یعنی دندان لترال باشه، که میبینیم که نمی فکس از کلاس سه گرفته شده، فقط یک استثناء را برش قائل شده. کلاس ششم به حالت میبینیم که ناهی بیدندانی دو طرفه توسط دندان ها احاطه شده، اما دندان قدامی قابلیت سپورت داره، یعنی دندان لترال نمی باشه. عالم اپلیکیت یک تعداد قوانین برای بهبود قوانین کنیدی وضع کرد، که روزی قوانین به نام خود مسمی کرد، که در عنوان ما شما می‌بینیم قوانین اپلیکیت به خاطر استفاده از طبقه بندی کنیدی، اول دندان که کشیده میشه یا دندان‌هایی که کشیده میشه و برای طبقه بندی موثر هستند یا جزء باید مورد نظر گرفته شود، در صورتی که مولر سیوم موجود نباشه و ما نمیخوایم که جایگزین رو بکنیم، که بل عموم مولر سیوم جایگزین نمیشه و جز طبقه بندی محسوب نمیکنیمش، در صورتی که مولر سیوم موجود باشه و به حیث دندان پایه به کار بره، در این صورت ما شما مجبور هستیم که مولر سیوم جز طبقه بندی محسوب بکنیم. قانون چهارم است اگر مولر دوم موجود نباشه و با تصمیم به جایگزین کردنش نداشته باشیم، ما شما میتونیم که او را جز طبقه بندی محسوب نکنیم. قانون پنجم همی است که همیشه ما شما طبقه بندی در از خلفترین قسمت شروع میکنیم، از قسمت خلفی شروع میکنیم، همیشه خلفترین قسمت در نظر میگیریم. سایر نواحی بیدندانی را به نام مشتق از همون کلاس یاد میکنیم، یعنی ما شما کلاس از قسمت خلفترین قسمت شروع میکنیم، از خلفترین قسمت نواحی بیدندانی را در نظر میگیریم و بعدا نواحی دیگر به نام مشتق یاد میکنیم. قانون هفتمی است که طول نواحی بیدندانی هیچ مهم نیست، بلکه چیزی که زیاد ارزش داره تعداد نواحی بیدندانی است، و دیگه کلاس چهارم مشتق نداره، چرا؟ در صورتی که از خلف نواحی بیدندانی شروع شده و به نام کلاس اول و دو یا به نام کلاس سه یاد میشه، که به این خاطر کلاس چهارم مشتق نداره. دیگه تقسیم بندی تکیگاه از نظر سپورت یا کلاسیفیکیشن آرپیدی ها از نظر سپورتشان، که ممکن است که RPD یا اونو پروتیز پارشیال متحرک تکیگاه خود از تنها از دندان ها برز بیاره، که اینا پروتیز ها رو به نام توت سپورتد پارشیال دنچر هم یاد کرده میتونیم. دیگه ممکن است که به نام توت برنی را یاد میکنیم و پروتیز به نام توت سپورتد پارشیال دنچر یاد میکنیم. دیگه موکوس برن، در این حالت پروتیز ها هم تکیگاه خود فقط و فقط از غشای مخاطی به دست میاره، که این حالت و حالت سیومشی است که توت موکوس برنده، این حالت پروتیز هم تکیه خود از دندان ها و هم از غشای مخاطی ایجاب به دهن برس میاد.
یعنی اینی پروتز پروتز که به نام توت سپورت پارشل دنچار هم شما ای ریاد کرده میتونیم پروتز است که تکیه خود فقط از دندان ها به دست آورده و موکوس بورن این پروتز است که به نام دستال اکستنشن پارشل دنچار یا پروتز انتهای آزاد یعنی از قسمت آخری از قسمت خلفی با هیچ دندانی در تماس نیست، فقط از یک طرف با دندان ها در تماس. و توت موکوس بورن هم به این دنچار میگیم که هم همزمان از قسمت بیره بیدندانی تکیه خود حفظ میکنه و هم از قسمت دندان ها. خب به خاطر از اینکه طبق بندی کلیدی را بسیار به شکل خوب و مفصل بفهمیم به خاطر ما این ویدیو را هم جز لکچر خود شامل ساختیم. یک حالت دندان وجود داره، یعنی حالتی است که ما شما دندان داریم و به نام حالت دندان داره میشه که به نام دنتلوس. در اینجا ما شما میبینید که به نام دنتلوس، یعنی یک حالتی است که تمام دندان ها موجود است. وقتی که ما شما دندان ها را بکشیم و اکسترکشن کنیم این نمی حالت به نام ایدنتلوس، یک یعنی a condition when the mouth is without teeth، یک حالتی که جا خودهن بدون دندان باشه. در اینجا بر ما شما وضعیت های بیدندانی به اساس کلاس های کلیدی را تشریح کرد، یعنی اینی کلاس اول کلیدی به شکل دو طرفه دندان ها در خلف وجود نداره و مشتقاتش هم بر ما شما در اینجا نشان داده. کلاس دوم کلیدی به شکل یک طرفه از خلف دندان وجود نداره. کلاس سیوم کلیدی، در کلاس سیوم کلیدی چی حالت وجود داشت؟ دندان ها هم صاحب دندانی توسط دندان های احاطه میشن، یعنی توسط مولر و توسط پریمولر احاطه شدن. کلاس چهارم کلیدی به حالت میگیم که صاحب دندانی در قسمت قطام موجود باشه و مشروط به اینکه از خط وسط عبور کرده باشه، یعنی دو دانه سنترال حلقه نباشه. اگر گفتیم قسمت های یعنی حالت های دیگه بیدندان به نام مشتق یا مودیفیکیشن ما شما یاد میکنیم که در اینجا بر ما شما نشان داده شد. در صورتی که چندین صاحب دندانی در یک کیس موجود باشه در یک کست، باز ما شما او را به نام مودیفیکیشن یا مشتقات یاد میکنیم. سعی کنید در اینی حالت ما شما گفتیم همیشه طبقه بندی از خلفترین ساحه شروع میکنیم، مگر اینجا هم کلاس سه گفته میشه، مگر ما شما همیشه طبقه بندی از خلفترین ساحه شروع میکنیم. سعی است که این اولی را در نظر میگیریم، بعد از اون ساحه را در نظر میگیریم که این را ما شما تو در نظر میگیریم که این قسمت کلاس دو گفته میشه چون یک طرفه دندان وجود نداره و این به نام مشتق یک، یک صاحب دندانی اضافه داریم به نام مشتق یک یاد میشه. در اینی حالت سعی کنین نمیشه که بگویم کلاس 4 مشتق دو، چرا؟ ما شما همیشه از خلفترین ساحه ای را در نظر میگیریم که این ساحه خلفترین ساحه است، بنان این را میتونیم به نام کلاس 3 مشتق دو، یعنی دو دانه صاحب دندانی غیر از کلاس 3 موجود است. یعنی این حالت نمیشه به نام کلاس 4 را بگویم که چون در قدام هم دندان وجود نداره، بلکه از خلفترین ساحه شروع میکنیم، بنان هم به نام کلاس 2 و مشتق 1، یک صاحب دندانی داریم کلاس 2 مشتق 1. یعنی در اینجا باز هم کلاس 4 مشتق 1 نمیگیم، بلکه کلاس 3 مشتق 2، بخاطر که دو دانه صاحب دندانی وجود داره و مهم نیست که صاحب دندانی کوچک باشه یا چندین دندان در برگرفته باشه، بلکه مهم چیز فقط تعداد ساحات بیدندانی است. کلاس 3 مشتق 2، دو دانه صاحب دندانی غیر از کلاس. باز هم کلاس 3 مشتق 3، سه دانه صاحب دندانی، یک تا دو تا سه تا و این هم کلاس سه میشه، از چون از خلفترین ساحه در نظر میگیریم به نام دندان مولر در نظر داریم. کلاس سه مشتق یک، هر دو طرف میشه مشکل نیست، یعنی اینجا هر کدام شده نظر گرفتیم، فقط کلاس سه مشتق یک.
لکچر ما به همینجا به پایان میرسه. شما رو به الله منان میسپاریم. انشالله که شب و روز خوب و خوشی داشته باشید.